قصه ها کاری که میکنن آرزوهایی که بشر در ذهنش به هیچ عنوان نمیتونه درست بشه درست میکنه و بعد اینها میان و تبدیل میشن به یک چیز کالای علمی و بنابراین این ریشه و اساس خلاقیت و آدم خلاق هم تفاوتش با آدم باهوش دقیقا این هست که آدم باهوش همیشه نزدیکترین راه بهترین راه کویدش شده ترین راه پیدا میکنه و میره و به منظور خودش میرسه اما آدم خلاق کسی هستش که به دنبال یه چیزی هست که همه دارن بهش فکر میکنن که اگر این میشد چی میشد و اون میره به دنبالش و بسیار هم شکست میخوره بسیار هم سختی میکشه بسیار هم مسخره میشه برای همینم هم که میگن که آدم خلاق هشت بار میخوری زمین نه بار بلند میشه یعنی بیشتر از اون که زمین میخوره خودشو بارا میکشه و خودشو بیشتر نشون میده هیچ چیز هیچ چیزی خلق از نیست یه نفر یه کاری رو انجام بده قبل از این آدم بودن که همون هشت باری که میخوردن زمین همینطوری زمین میخوردن یه دی یعنی بلند نمیشدن در حقیقت ادبیات مندگار هم اکثرا از آدم های خلاقی هستن که راه تازه ای رو در ادبیات باز میکنن و نشون میدن اگر آدم های خلاق در دنیا نبودن و چیزای دی نبود ما هنوز که هنوز تو غارها و با همون شرایط زندگی میکردیم <متحد> هنرمند ها معمولا دو شخصیتی هستن یعنی یه شخصیتی رو دارن که تو ذهنشونه و این مسلط هست بر بدنشون و موقعیت های واقعی جامعه اون دومی چیزی ازش داره خلق میکنه داره چیزی رو میبینه که آدم عادی راحت از کنارش رد میشه و میبینه که عجب این چیزی است که میشه به کارش بیاد و این دوتا وقتی که بخواد با همدیگه باشه گاهی تنزهایی به وجود میاد گاهی موقعیت به وجود میاد اینها و بعضیاشون قسمت واقعیشون بیشتره بعضیشون نه قسمت تخیلشون بیشتره زمانی کار اینها نتیجه میگیره که این دوتا اون که فکر بیشتری داره منطق بیشتری داره جامعه رو میشناسه هنر رو میشناسه و تجربه های داره با این که فقط تخیل رهایی داره و میتونه چیزهایی رو بگیری که آدم های عادی از کنش رد میشن با همدی یکی میشه تبدیل میشه به اثر هنری مندگار هر یک از این دو هوشنگ وظیفه ای دارند. کار او این است که تخیل کند و موضوع را با حس و ذهن و گوش خودش شکار کند و درباره آنها صحبت کند. این هوشنگ کاری جز همین کارها ندارد ولی هوشنگی که من هستم کارهای زیادی دارم که باید انجام بدهم. باید خرید کنم، باید کار کنم و زندگی خودم و خانوادهام را اداره کنم. به زن و بچه‌ام باید برسم. من قصه بچه‌هایم را می‌خورم. اداری هستم و با چندین و چند نوع انسان در ارتباط هستم. در اداره پرونده ای دارم. بازنشستم و هر ماه باید بروم حقوقم را بگیرم. خوشنگ قبلی کاری به این کارها ندارد. کسی با من صحبت کرد که ایشون دکترای فلسفه است. همه چیز از دیدگاه فلسفه میدید. وقتی که من نگاه میکردم براش گفتم گفتم من یه آدم دو شخصیتی هستم. بعضی وقتها نویسنده هم. بعضی وقتها یه آدم عادی هستم. وقتی که من نویسنده هستم موقعیت ذهنی من و تفکر من راجع به مسائلی که دور برم هست دو جور نگاه هست یک جور نگاه واقع بین هست که مثلا فر میکنیم من باید کرای خونه آخر برجم بدم یا مثلا فران باید بخرم فران جا برم اول من آدمی مثل همه آدم ها داره آرزوهایی هستم مسئولیت های اجتماعی دارم مسئولیت های کاری دارم من کارمند بودم یعنی دقیقا کارشناس وزارت بهداری هستم و کارم هم کار نوشتن بود جدا از اینها من تو ذهنم دارم یه داستان می نویسم خیلی وقتا این دوتا با همدیگه قاطی میشه و می که من دارم مثلا فرض می کنیم. چیزی در میارم از تو این که آدم عادی در نمیاره زندگی کردن با اینها زندگی کردن با هر دوتا یک جور مدیریت میخواد و این مدیریت خیلی ها ندارن و دقیقا میرن تو همون حالت تخیل و اینها که معمولا باعث درد سرشون همش بیشتر هر انسانی هر انسانی هر چی سنش بالاتر میره آرزوهاش تغییر میکنه مسئولیتاش تغییر میکنه موقعیت های زندگیش تغییر میکنه فیزیکش بدنش تغییر میکنه پاش بزرگتر میشه کفش بزرگتری میخواد کسی که میخواد ادبیات کودکان کار بکنه کسی که میخواد به قول معروف چیزی بنویس که فقط خاص بچه ها باشه که من این کار نمی کنم خاص هیچ طبقه ای من نمی هر که خاص میتون بخونه باید حتما کفش های کودکی به تنگ نباشه من هنوز میتونم با اون کفش های کودکی اینا رو بکنم پام با اینی پام اینقدر بزرگم شده اون هنوز به پای من تنگ نیست من هر وقت خواستم میتونم در ذهن خودم در ذهنم اون کفش رو به پام بکنم و با بچه ها بدوم با بچه ها گردو بازی بکنم از درخت برم بالا اون کارهایی که به حال تو روستا میکنی دوبال گوسفند باشم و اینا تعریفی که برای ادبیات کودک دارم من این هست که هر داستانی هر داستانی که شما می نویسید اگر آیوم خیلی بزرگی بخونه و این به کودکی ببره این داستان ادبیات کودکان من بچه که بودم تو روستایی که ما بودم یکی از بازی های بسیار بسیار رایج ما گردو بازی بود اینا ببین گردو این حالا من میگم این بابای اینه اینم بچه شه ای این دو این گردوها رو میز مرتب من یاد بچه یه میدازه من بچه بودم خیلی دوست داشتم چوپان بشم و هنوزم این هست خیلی چوپانی رو به شدت دوست دارم اولین شور دنیا به نظر من اونه آرامشی که داره طبیعتی که من دوست دارم توی زندگی میکنه و این اینه این مرتب صدا که میکنه دقیقا من بر میگرده به کوهای سیرچ و اونجا بر میگرده من یعنی یک کودکی هستم که گاهی حتی به سال کودکی با خودم دارم آثار من شما نگاه بکنید بچه ها دقیقا اگر هم زندگی بچه ها نیست خیلی نقش دارن هستن همیشه در کنار بزرگترها هستن و زندگیش میکنن و کودکیشون انجام میدن از هشت نه سال من خواننده دارم تا هشتاد نوت سال نگاه کردن با دیدن خیلی فرق میکنه به اعتقاد من نگاه کردن یعنی سرسری یعنی هر چیزی نگاه کردید شما وقتی جلو آینه میرین دقیقا میرین که خودتون رو نگاه کنین نمیرین خودتون ببینین این به نظر من فرق میکنه زمانی میریم ببینید که شما بخواید چهره خودتون به عنوان نقاش نقاشی بکنید نقاشی بخواد بکنید دقیقا میریم خالی هم که اینجا هست اونم میبینید ابروتون هم میبینید چیزی رو میبینید که تا به حال ندیدید من سر کلاس نویسندگی میگفتم بچه ها ما نقاش نیستیم ما هم نقاشی درس نمیدیم من هم نقاشی بلد نیستم اما یه کار بکنید امشب به همسرتون نگاه کنید به صورتش میخوام ببینم چه چی چیزی رو کشف میکنه که تا به حال ندیدین من یه روز رفتم ببینم گدا چجوری کارش رو شروع میکنه یا به فکرم رسید من دیدم اینی که انداخت این پولا رو گذاشت نگاه میکرد ببین که کی در میاد یه خود خود کوری زده بود اینها و دیدم این آدمایی که تون میرن از صدای پایینا میفهمید اینا پور بده نیستن این گرفتار دیرش دیرش شده باید, باید وای نمیشه اگر دید یه نفر لخ لخ در یه جوری میر می که خب حال این ممکن مثلا باید. اگر میبین داره اسا میزنی حتما یه چیزی میده برای اینی که شما خوب بتونید بنویسید برای اینکه خوب بتونید در هر نقاشی بکشید هر چیزی چیزها رو کنید ببینید نگاه نکنید چون همه چیز شما نگاه میکنید حضور حیوانات از گذشته های دور در ادبیات بوده و خواهد بود و حیوانات میان و نقشی رو میگیرن که شاید آدم ها باید بازی کنن خب این معروف ترین شان و هست و زبان حیوانات خیلی به کار رفته ازوب خیلی توی داستاناش حیوان آورده حیوان ها میان کمک میکنن که انسان حرفش رو بزنه یا دقیقا نقشی رو بازی میکنن که شاید آدم باید بازی میکنه خب منم این کاری کردم در بسیاری از جاها منتها این اینها یا با زبان بدنشون حرف میزنن یا اینکه با زبان آدمی زد حرف. حرف تو دهنشون میزنیم. و اینا فقط مسئله اینجاست که باید جا بندازی با قول مارکز حرف خوب میزن میگه نویسنده همه چیز و همه چیز میتونه بنویسه فقط سختیش اینه که این بباورونه یعنی طرف بتون باور کنه که این داره حرف میزنه گاهی من آدمایی رو میارم و میگم شما نقش بازی کنین هر کدوم بگیرین که من این موضوع این حسی که دارم اینو بگم این وقت این یه وقتی نه یه حیوان کمه این حیوان باشه چقدر خوبه میرم یه حیوانم میارم اینجا و این هست که حیوانات وارد داستان میشن و خودشون گاهی قهرمان میشن اونجایی که مجید خاص کاسه چینی رو از بالای تاخچه برداره از دستش افتاده شکسته از ترسی که به بی بیبی بعد بیران نگه یا سرزنشش نکنه میگه این ملوسو کشته این کردم تو گونه میخواستم ببرم تمام داستان راجع به این گربه است یا اون مثلا تو کتاب آخریم یه لاک پشتی ما داشتیم چهل سال این لاک پشت ما از روستامون آوردیم مسیر فرستاد تو در را میرفت از کوه داشت میبود پایین کوچولو بود همسن سال پسر بزرگ من هست این داستان اونه بعد اینی که آوردم خونه حالا جنبه های دیگرش کاری ندارم یکی از چیزی گفتن خب باید حرف بزنه حالا لاش پوشت دیوار سرش را کرده بود تو کاسش مچاله شده بود و حرف نمیزد اعظم سرش داد کشید دیدی چی کار کردی دست این بنده خدا رو کم بد محبت میکنه خیلی خوشگلی خوشاوازی نازت مالکیه رفتم تو اتاق صدای ماهرو از حیات میآمد صدایی که انگار تو دامنه کوه و صحرا و دشت کبیر میپیچی بغز کرده و چوپانوار من از ملک پدر کردم جدایی گرفتم با غریبون آشنایی قریبون حالت خوبی ندارن. اول مهرست و دو یوم بیوفایی. بعضم گفتم ناراحته. داره قریبی میخونه. شعر روستایی. فقط صدای نی و زنگوله گوزفن کم داره. وا. من که چیزی نمیشنوم این اصلا صدا نداره. شما چطور میشنوین؟ همه چیزا، حیونا، گیاها، آدما میتونن با بدنشون بشنون و حرف بزنن. شما از کجا میفهمید گلدونتون آب میخواد؟ به اعتقاد من خیلی از عادت ها به تدریج به عشق تبدیل میشه عشق به مادر عشق به خداوند عشق به کتاب عشق به مطالعه به عشق اینا همیشه به چیز پیوند های بر حال زندگی است این قسمت شیرین زندگی شاید عشق باشه اگر بخوام قسمت هاش که خیلی کم نصیب انسان میشه یکیش مسئله عشق یک نکته بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان که میشنم نامکرر است یا مثلا فرض میکنیم موروی داره هر کرا جامعه ز عشقی چاک شد او ز و جمله عیبی پاک شد ببین چقدر زیبا این داره میگه میگه وقتی که شما عاشق چیزی بشین دیگه تمام حسرت ها و حرس زدن ها و جوش زدن ها و بیخوابی ها و گرفتاریاتون چی میشه برای که این به اون معشوقتون فکر داره میکنه حالا اون معشوقش معنوی هست هر چیزی که هست به نظر من آدم بی عشق بدبختترین موجود جهانه برای این هیچ وابستگی به هیچ چیزی نداره آدم میتون عاشق یه گل باشه یا میتونه من عاشق درخته هستم یه چیزی رو دوست داشته باشه اینقدر بهش نزدیک بشین که در کارهای هنری که انجام میخوام بدین نقاشی هست شعر هست هر چی که هست اون دقیقا بشه الگوی شما باور کنید اگه یه روز بخوان خلاصه بکنن بگن یک شی در کار مرادی کرمانی مرتب حضور داره درخته نخل دارم یا مثلا فرض میکنه یه داستان برام درخت تو دارم توی حتی کتاب پر از درخته و این درخت اول صبح میدم من میرم که فکر میکنم درخت ها یه لنگ پا وای شدن منتظر من هستن و درخت ها رو من خیلی نگاه میکنم و درخت ها رو خیلی دوست دارم درخت امضای منه مثلا حال بگیریم اینجوری شما باید یه امضا داشته باشید میتونه عشق و هر چیزی داشته باشین و این عشق حضور داشته باشه در کار شما که هویت به کارتون بده دقیقا وقتی که شما کارتون هویت پیدا بکنه و هر شی و هر موقعیتی که هست این هویت پیدا بکنه دقیقا من سندی هست که شما امضا کنید چکی که شما امضا کردین ارزش داره چکی بی امضا که نمیشه و بنابراین این عشق رو هرگز فراموش نکنید هر را جامعه ز عشقی چاک شد اون زهر و جمله ای بی پاک شد مراد پهلو به پهلو شد گوشهاش را به سنگ چسباند گرمای سنگ لاله گوشهاش را داغ کرد. قطره آب آرام آرام از موها و گوشهاش می چکید و روی سنگ می خزید. پروانه قشنگ و رنگ به رنگ بالای سرش می چرخید و روی گلهای پونه می نشست. آسمان باز و صاف و آبی بود مثل شیشه. آن ته ته آسمان ستاره کم نوری بود که تو روز روشن هم دیده می شد. صدای گل رخ می آمد. لالایی می خاند برای خواهر کوچولوش. داشت خوابش می کرد. الا لالا انا به خدا عمری به تفلم ده بیا دایه بیا دایه درخت گل بکن سایه که تا تفلم بیا سایه بیا باباش به باغش بر تماشا سیب و نارش بر الا لالا الالالا مراد همان جور که خوابیده بود و آسمان آبی و ستاره را میدید به صدای لالایی گلرخ گوش داد صدای گلرخ پاک و نرم و لطیف بود مراد چشمهاش را بست و تو خیال مادرش را دید که دارد برایش لالایی میخواند صدای گلرخ کم و کمتر شد مراد پا شد نشست صداش را بلند کرد الا لالا الا لالا و بلند شد ایستاد قاه قاه خندید گلرخ آمد لب دیوار میذاری بچه بخوابه یا نه لوس مراد باز خندید الالالا الالالا